رویدار ترافیکی در زابل 8 کشته و زخمی بر جا گذاشت. بنت خواستار آزاری زنان شد که به اعدام بدحجابی در کابل بازداشت شدند. جبهه مقاومت ملی بار دیگر بر بسیج نیروهای مخالف طالبان تاکید کرد. و خبرهای خوش و دلگرم کننده از بلخ به گوش می رسد. مشروع خبرها در نتیجه یک رویداد ترافیکی در شهرهای کابل قندهار از مربوطات ولایت زابل 4 تن جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. دفتر رسانه های فرماندهی امنیت طالبان در زابل با نشر خبرنامه گفته که این رویداد بامداد روز جمعه 15 جری در پی واژگونی یک اراده موتر نوی لنکروزر در سایه تازرابات ولسوالی شاهجوی رخ داده است. این اداره طالبان با تایید رقم جانباختگان میگوید که 4 سرنشین زخمی موتر به شفاخانه ولایتی زابل منتقل شده است. در مورد وضعیت زخمیان ریدا چیزی گفته نشده است. پس از بازسازی بخش‌های از شهرهای کابل قندهار، شمار رویدادهای ترافیکی در این مسیر به دلیل سرعت بیش از حد و بی‌احتیاطی رانندگان افزایش یافته است. این در حالی است که شام روز گذشته در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت فرانیس 5 تن به شمول زنان و کودکان جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. بنت خواستار آزاری زنان شد که به اتهام بدحجابی در کابل بازداشت شدند. گزارش‌ها درباره بازداشت چندین دختر در کابل و غزنی به اتهام آنچه از سوی طالبان بدحجابی خوانده می‌شود، واکنش‌های زیاد را به همراه داشته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، روز جمعه با نشر پست در اکس این اقدام طالبان را محکوم کرده است. او گفته بازداشت‌های اخیر زنان در کابل به دلیل بدحجابی که توسط طالبان تایید شده است، متاسفانه بیانگر محدودیت‌های بیشتر بر آزادی زنان و تضعیف سایر حقوق آنان است. او در این پستش خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان به اتهام بدحجابی شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز گذشته گفت که هیچ کس در افغانستان خودسرانه بازداشت نشده است و دستگیری‌ها بر اساس اصول شریعت اسلامی انجام می‌شود. این در حالی است که گزارش‌های متعدد درباره بازداشت چندین دختر در کابل و غزنی از سوی اداره امرالمعروف نزد منکر طالبان به اتهام بدحجابی به روزنامه 8 صبح رسیده است. جبهه مقاومت ملی بار دیگر بر بسیج نیروهای مخالف طالبان تاکید کرد. جبهه مقاومت ملی افغانستان بر رهبری احمد مسعود از آن چه سوی استفاده بر خفراد از آدرس این جبهه میداند انتقاد کرده و بار دیگر خواستار بسیج هم نیروهای مخالف طالبان شده است. این جبهه با نشر بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که برخی از افراد با استفاده از نام مستعار و تصویر رهبران مقاومت دست به اهانت رهبران جدی و نفاق افغانی در میان مردم و اقوام کشور میزنند. این جبهه خاطر نشان کرده که این کار از سوی شبکه های استخباراتی دشمن و برخی از حامیان آنها صورت میگیرد. در این بیانیه آمده است دریغند که عاملان شبکه های استخباراتی دشمن از یک سو و ایده‌ای از حامیان نادان در همصدایی با مخالفان زیرک از سوی دیگر در شبکه های اجتماعی در عقب عکس و نام ستاره های جهاد و مقاومت پنهان شده و با استفاده از اسمای جعلی و مستعار عنوان برخی شخصیت ها و چهره های سیاسی اقوام و افراد آگاهانه یا ناگهانه می تازند تا دل خود را به قول معروف خنک سازند و یا مایی مراد خویش را بگیرند. جبهه مقاومت ملی تاکید کرده است که این افراد در این جبهه جایگاه ندارد و نخواهند داشت. این در حالی است که در این اواخر شمار از کاربران شبکه های اجتماعی با هویت های نامشخص به اهانت رهبران اقوام و شخصیت های جهادی پرداختند. گزارش های وجود دارد که طالبان برای پیشبرد کارهای استخباراتی و تبلیغاتی نیز بیشتر به شبکه های اجتماعی رو آورده و با استخدام هزاران تن در این بخش در پی تخریب مخالفان سیاسی و نظامی شان هستند. جنرال رحیم پنجشیری در صفحه رسمی تویتر خود بیانیه ای داده است: بسم الله الرحمن الرحیم. نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان با سلسله عملیات های چریکی این بار در ولایت بلخ با طراحی و راه اندازی حمله چریکی دو طالب تروریست را به هلاکت رساندند. این در حالی است که مسئولیت حمله بر دفتر والی طالبان در بدخشان را جبهه مقاومت ملی بر عهده گرفته است. جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده بود که حمله راکتی بر دفتر والی طالبان در بدخشان از سوی نیروهای این جبهه انجام شده است. این حمله در مرکز بدخشان صورت گرفته بود. جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر اعلامیه گفته بود که در پی این حمله دو جنگجوی طالبان زخمی شدند. پیش از این منابع محلی تایید کرده بودند که یک فیر راکت به دروازه ورودی مقام ولایت بدخشان برخورد کرده است. به گفته منابع پس از این حمله طالبان چندین فیر راکت به اطراف شهر فیض‌آباد شلیک کردند. افزون بر این جبهه مقاومت ملی ادعا کرده است که نیروهایش یک موتر نو هایلکس طالبان را در منطقه PRT شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان انفجار دادند. طالبان در مورد ادعاهای جبهه مقاومت همیشه سکوت اختیار کردند.
تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن، بلینکن در آستانه سفر به خاورمیانه با وزیر خارجه فرانسه گفتگو کرد. آنتونی بلینکن در یک سفر یک هفته‌ای خود قرار است به کشورهای مختلف از جمله اسرائیل، عربستان سعودی، یونان و ترکیه برود. همزمان با آغاز سفر دیپلماتیک آنتونی بلینکن به خاورمیانه و اروپا درباره جنگ اسرائیل در غزه، وزارت خارجه آمریکا از تماس تلفنی وزیر خارجه این کشور با کادریان کلونا وزیر خارجه فرانسه خبر داد. در بیانیه کوتاه وزارت خارجه آمریکا آمده است که وزیران دستگاه دیپلماسی جو بایدن و امانوئل مکرون در مکالمه خواستار پایان فوری حملات غیرقانونی حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و آزادی کشتی‌های توقیف شده و خدمه آنها شدند. آنان همچنین درباره اهمیت اقدامات برای جلوگیری از گسترش درگیری در نوار غزه جمله گام‌های در جهت تنش‌زدایی در کرانه باختری و جلوگیری از تجدید تنش در لبنان و جمهوری اسلامی ایران گفتگو کردند. بلینکن و کلونا در این مکالمه درباره به حداقل رساندن کشته شدن غیر نظامیان در نوار غزه و از ضرورت هماهنگی بین‌المللی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان فلسطینی در غزه تاکید کردند. گفتگوهای وزیران خارجه آمریکا و فرانسه درباره چالش‌های جاری در مواجهه با دو گروه شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در حال انجام شد که آنتونی بلینکن عازم سفر یک هفته‌ای به چند کشور برای پیشبرد دیپلماسی درباره جنگ اسرائیل در غزه است. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که بلینکن روز پنجشنبه واشنگتن را به مقصد اسرائیل، کرانه باختری، ترکیه، یونان، اردن، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و مصر ترک می‌کند. سفر بلینکن در حال صورت می‌گیرد که نگرانی درباره جنگ اسرائیل و گروه شبه نظامی حماس در نوار غزه حدود 3 ماه است که ادامه دارد و دامنه آن به کرانه باختری لبنان و دریای سرخ کشیده شده است. پیشتر در روز چهارشنبه 12 کشور جهان، بریتانیا، استرالیا، ژاپن، بحرین، بلژیک، کانادا، دنمارک، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، نیوزلند و سنگاپور به رهبری آمریکا در بیانیه حمله حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کردند. پس از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل و سپس شروع جنگ در غزه، حملات حوثی‌های شیعه یمن به کشتی‌ها در دریای سرخ شدت گرفت. این گروه شبه نظامی تحت حمایت تهران گفته است که در همبستگی با فلسطینی‌ها کشتی‌های مرتبط با اسرائیل را هدف قرار می‌دهد. همزمان با آغاز سفر دیپلماتیک آنتونی بلینکن به خاورمیانه و اروپا درباره جنگ اسرائیل در غزه، وزارت خارجه آمریکا از تماس تلفنی وزیر خارجه این کشور با کادریان کلونا وزیر خارجه فرانسه خبر داده بود. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیومان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همگیتان.